با سلام و عرض ادب خدمت دوستان و بینندگان عزیزم. امروز تصمیم گرفتم یه خورشت خوشمزه برای شب یلدای شما دوستای گلم آموزش بدم. این خورشت یکی از غذاهای اصیل و سنتی شمال کشورمونه به نام مرغ ناردونی و واقعا خوشمزه و خوشخوراکه. اگر شما بتونید از انار ترش و آبدار استفاده کنید، طعم این غذا بی نظیر میشه. پس بریم با معرفی مواد اولیه کارمونو شروع کنیم. مواد لازم برای تهیه مرغ ناردونی: مرغ 1 کیلو، پیاز متوسط 1 عدد که هم میتونید نگینی خیلی ریز خرد کنید و یا مثل من با دنده درشت رنده رندش کنید. پیاز متوسط 1 عدد، انار متوسط 2 عدد که دونش میکنیم، ربع گوجه فرنگی 1 قاشق غذاخوری، ربع انار 2 قاشق غذاخوری، آب نارنج 2 قاشق سوپخوری. من اینجا از آلوی خورشتیم میخوام به تعداد 6 عدد هم برای زیبایی کار و هم برای طعم بهترش استفاده کنم. اگر دوست نداشتید میتونید حذفش کنید. فلفل، زردچوبه، نمک به میزان دلخواه، زرشک و خلال پسته برای تزیین مقداری، آن به میزان لازم. خب عزیزان، ابتدا مقداری روغن داخل مایتابه میریزم و مرغمونو داخلش هر دو طرف مرغو کاملا سرخ میکنم. وقتی یه طرف مرغ سرخ شد، برمیگردیم و طرف دیگه مرغم سرخ میکنیم. مرغ به این شد باید تمام قسمتاش سرخ شد. خب عزیزانم، وقتی دو طرف مرغ به این شکل سرخ شد، یک مقدار خیلی کم زردچوبه داخل روغنش می‌ریزم، یک مقدار فلفل سیاه و یک مقدارم نمک می‌پاشم. خیلی مراقب باشید، یه دونه پیازی رو که داشتیم داخلش می‌ذارم. 2 لیوان آب جوش بهش اضافه میکنم. آب حتما باید جوش باشه. اینم 2 لیوان آب جوش. حالا در ظرف رو میذارم و اجازه میدم تا مرغمون نیم پز بشه. میریم سر درست کردن سس مرغمون. خب عزیزانم، حالا یه ماهیتابه دیگر رو روی حرارت میذارم. پیازی رو که رنده کرده بودیم بدون روغن داخل ماهیتابه میریزم، حرارت رو زیاد میکنم تا آب پیاز کاملا گرفته بشه. مرتب هم بزنید تا کاملا آب پیاز بخار بشه. همونطور که میبینی کاملا آب پیاز ما بخار شد. حالا اندازه 2 قاشق غذاخوری روغن داخل پیاز میریزیم و پیازامونو کمی تفت میدیم تا یک مقدار رنگ پیاز تغییر کنه. خب عزیزانم، وقتی پیازمون به این شکل طلایی شد،
روب گوجه فرنگی رو بهش اضافه میکنم. یک مقدار روب رو تفت میدم. تا رنگ روب باز بشه. حتما مرغتون رو بذارید نیم پز بشه. اگر از همون ابتدا سس رو به مرغتون اضافه کنید رنگ مرغتون سیاه سیاه میشه و نمای قشنگی نداره. پس اول یک مقدار مرغ رو میذارید نیم پز میشه. زردچوبه رو اضافه میکنه. فلفل سیاه. نمک. حالا رب انار اضافه میکنه. نصف انار و دونه های انار رو تو این مرحله به سسمون اضافه میکنم. نصف بعدشم زمانی که مرغمون پخت به عنوان تزیین زعفرون دم کرده آب نارنجم به سسمون اضافه میکنم. سسمون آماده شد. مرغمون که نیم پز شد روی مرغ میدم. خب عزیزان یه سری به مرغمون بزنیم. همونطور که میبینید مرغمون نیم پز شده. حالا اون پیازی رو که به شکل درسته داخل مرغ ریخته بودیم بر میداریم. حالا سسی رو که درست کرده بودیم کاملا روی مرغمون میریزیم. از این مرحله به بعد من فراموش کردم بگم آب مرغ رو که دو لیوان روش ریخته بودیم جوشیده و الان تقریبا یک لیوان باقی مونده. باید کاملا آب نصف لیوان باقی بمونه. این خورش زیاد آبکی نیست. آلوهای رم که داشتیم من از 6 تا دونه آلو استفاده کردم. طعم خوبی به این غذا میده. حالا اجازه میدیم تا مرغمون کاملا بپزه. آبش باید تقریبا نصف لیوان بمونه. این خورش زیاد آبکی نیست. تقریبا نصف لیوان کمتر آبش باقی مونده. من غذا رو میبرم برای سرو. عزیزانم خورش مرغ ناردونی ما آماده شد. دونه های اناری رو که کنار گذاشته بودیم برای تزیین استفاده میکنم. این خورشت واقعا خوشمزه است.
و مناسب شب یلدا. هرچی انارتون قرمزتر باشه و ترشتر، خورشتتون خوشمزه‌تر میشه. زرشکی رو که تو مواد اولیه گفته بودم با مقدار خیلی کمی کره تف دادم. اینم برای زیبایی کار به این شکل روی کارمون تزئین میکنی. برای تزیین استفاده کردم. هر جایی که دوست دارید قرار بدید. حالا روی خورشت و یک مقدار خلال پسته برای زیبایی کار میپاچیم. این خورشت رو تقدیم میکنم به هموطنای عزیزم. کار ما به اتمام رسید. عزیزانم، غذای ما آماده شد. من اونو تزیین کردم و تقدیم میکنم به همه هموطنای عزیزم. این غذا یکی از غذاهای اصیل و سنتی شمال کشورمونه و مناسب شب یلدای شما عزیزانه. امیدوارم این غذا رو حتما تهیه کنید و در کنار خانواده از خوردنش لذت ببرید. تا یه آموزش دیگه، شما دوستای گلمو به خدای بزرگ بسپارم. در ضمن اشتراک گذاری رو فراموش نکنید. خدا نگهدار.